سلام و درود بچه‌ها، خوش اومدیم به اولین ویدیوی 5 دقیقه با ماینکرافت. ما تو این سری از ویدیوها قصد داریم 5 دقیقه راجع به یه چیزی از ماینکرافت یه آموزشی بدیم، یه چیزی من به شما یاد بدم، یه چیزی هم شما به ما تو کامنت ها یاد بدین. بچه‌ها اولین ایوونی که می‌خوایم راجع بهش حرف بزنیم یه ایوون خیلی گوگولی مگولی و یکم هم این دوز و اجرایی پشمالو و خوشگله. درست زدین؟ روباه. روباها تو سه تا بایوم تایگا، جاینت تری تایگا و سنوی تایگا که اگه تلفظشون درست گفته باشن پیدا میشن. تو دو تا بایوم سمت راست یعنی تایگا و جاینت تری تایگا، روباها به شکل همون شکل معمولیشون یعنی نارنج رنگ پیدا میشن، ولی تو بایوم سمت چپ یعنی سنوی تایگا روباها به شکل سفید که خیلی هم کمیابه پیدا میشن. البته گرفتن روباها به همین آسونی هم نیست و وقتی اونا رو دیدین باید به حالت نشسته سوسکی بهشون نزدیک بشین و با طناب یا با دادن غذا بهشون سعی کنین اعتمادشون رو جلب کنین. یه چیز باحال بچه ها، اگه دوتا روباه داشته باشین و به هر کدوم بعد یه دونه سویت بریز یا همون تو تیکت بازی هست روشون راست کلیک کنین، باعث میشه دوتا روباه عزیزمون چیز بشن و به هم نزدیک بشن و چیز بشه و دیگه آخرش چیز بشه و در نتیجه یه دونه بچه روباه خیلی خوشگل به دنیا میاد که خیلی هم باحاله. خلاصه بله دیگه اینطوری هست. حالا نمیدونم چرا اون بچه روباه عزیز رفت رو سر من، ولی دیگه توانمون در همین حد بود. یه چیز باحال دیگه هم هست بچه ها، اگه دوتا روباه یعنی یکی روباه سفید و یه روباه نارنجی داشته باشین و با هم این کارهای نمیدونم تو دادن و فلان و این کارها رو بکنین باعث میشه احتمال داره بچه ها 50% بچهشون سفید بشه یا 50% بچهشون نارنجی بشه. و اگه دنبال بچه سفید هستی میتونین هی این کارو بکنین، هی بچهشون رو زیاد کنین، هی زیادترشون کنین، آخرش شک نکنین بچه سفید به دنیا میارن و شما هم که خوشحال میشین. بچه همونطوری که اول ویدیو گفتم روباه یکم دزدن و احتمال داره وسیله‌ای که رو زمین میندازین رو بردارن و حتی ممکنه به صورت طبیعی خودشون یه چند تا چیز داشته باشن که عکسشون اینجا میذارم. اینا آیتمایی که روباها به صورت طبیعی تو دهنشون امکان داره داشته باشن. و حالا یه چیزی که هست برای اینکه وسیله خودمون رو پس بگیریم یا وسیله‌ای که به صورت طبیعی تو دهنشون رو بگیریم نیاز نیست مثلا بکشیمشون یعنی خون و خونریزی ایجاد کنیم، باید با صلح با ملایمت باشون رفتار کنیم. یه چیزی که هست روباها همه چیزو به غذا ترجیح میدن و اگه تو دستتون غذا باشه یا بندازینش زمین میان غذا رو برمیدارن اون وسیله‌ای که تو دهنشون رو پرت میکنن و خیلی ایزی میتونین اون چیزی که ازتون دزدیده رو پس بگیرین. یه جورایی سرشو میشه مثلا کلا گذاشت. و مورد آخر راجع به حیوانات دوست داشتنی یه چیز عجیبه، اینی که اگه تو دهن یه روباه توتما فاندینگ یا همون میدونین یه چیزیه که اگه دستتون باشه بمیرین دوباره زنده میشین، اگه دهن روباه هم باشه و روباهو بکشین روباه اونو میخوره و دوباره زنده میشه. یه چیز عجیبیه که حالا نمیدونم رو حیوانات دیگه هم اینطوری هست ولی رو روباه جواب میده. شما میتونین برید تست کنین و نتایجشو تو کامنت ها به ما بگین. خب بچه ها اینم از اولین قسمت 5 دقیقه با ماینکرافت ما. اگه خوشتون اومد لایک ها رو بتری کنین، همچنین تو کامنت ها بگین که دومین یا دومین قسمت 5 دقیقه با ماینکرافت راجع به چه مابی یا چه چیزی از ماینکرافت بسازیم. حتما منتظر کامنت های خوشگلتون هستم. دمتون گرم. دیگه لایک و سابسکرایب و این چیزا یادتون نره. آها یه چیز دیگه، لینک یوتیوب ما هم زیر همین ویدیو هست، به یوتیوب ما هم سر بزنین، ویدیوهای بیشتر اونجاست و بیاین در کنار هم برای ندیداشتم شعر میگفتم همین نیوه چه. دمتون گرم، فعلا خدافظ.